بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب، احترام و وقت بخیر بسر همه شما هموطنان عزیز، همه شما عزیزانی که همکنون بیننده و همراه برنامه روی خط زندگی هستید. به امید صحت، سلامتی و تندرستی همه شما عزیزان، امیدوارم حالتان خوب باشد. در هر کجایی هم که هستید لباس عافیت و تندرستی به تن داشته باشید. خیلی خوشحال هستم که توفیق به دست آمد تا با یکی دیگر از برنامه های روی خط زندگی در خدمت شما عزیزان باشم در یک ساعت پیش رو، و انشالله که بتونیم صحبت و گفتگوی خوبی داشته باشیم. به همین امید برنامه امروزی را آغاز میکنیم و انشالله که شما هم با نگاه های گرمتان تا پایان برنامه امروز مرا همراهی کنید. دوستان عزیز و ارجمند، طبق معمول هر روز برنامه روی خط زندگی در همین ابتدایی برنامه ما آیتم امروز چه خبر داریم. آیتم امروز چه خبر میپردازه بر رویدادها و اتفاقات مهمی که در دنیای پیرامون ما رخ می‌ده و لازم هست که ما هم غافل از این موضوعات و رویدادها نباشیم و آگاهی نسبی در پیوند با اون موضوعات باشه. امروز مصادف است با روز جهانی نهضت صلیب سرخ و هلال احمر که این روز بزرگه، این روزی که همراه با رشادت و شجاعت است به همه عزیزان، کارمندان و رضاکارانی که بیوقفه در راستای سلامت و نجات بشریت، به ویژه عزیزانی که در شرایط بسیار تنگ، سخت و دشوار زندگی گیر می‌مانند، دچار مصائب طبیعی میشن، دچار رویدادهای ناگوار میشن، این روز به همه ای عزیزان رضاکار تبریک و تهنیت عرض میکنم. در واقع روز جهانی نهضت صلیب سرخ یادآور رشادت چنین افرادی هست که از جان خود، از تایم خود و از زندگی خود میگذرن تا ای که بتانن سلامت و امنیت خاطر افراد در گوشه کنار جهان حفظ کنند. برای اولین بار بنیانگذار این نهضت بشر دوستانه آقای هنری دونانت است. ایشان یک تاجر بسیار موفق بودند که در راستای جنگ سالفرینو بسیاری از افراد نجات دادند. ایشان تاجر بودند و در سال 1859 با مشاهده اوضاع بسیار وخیم و رقتبار افرادی که مجروح بودند در صحنه جنگ وارد عمل شدند و عواطف و در واقع وجدان انسانی ایشان بیدار شد و همت کردند، آستین همت بالا زدند و سعی کردند که خیلی ها را که مجروح بودند، در شرایط بسیار سخت بودند که از مراقبت های پزشکی بدور بودند، نجات بدن. بعدن ایشان در راستای همین جنگ تصمیم گرفتن که گروپ های کوچک رضاکارانه از افراد تشکیل بدن تا ای که این افراد هم به ایشان بپیونده و بسیاری از افرادی که درگیر وضعیت بسیار وخیم بودن نجات بدن. بعد از این رویداد بسیار بزرگ جهانی، چنین روزی به همت ایشان رقم خورد و رخ داد و همه ساله در تقویم جهانی به نام روز جهانی نهضت صلیب سرخ در گوشه و کنار جهان، به ویژه ملت ما، به ویژه در سرزمین ما، از او تقدیر و در واقع تجلیل به عمل میاد. برای همه عزیزانی که در صلیب سرخ کار میکنن، برای همه عزیزانی که همتشان برای نجات بشریت هست از آلام بشری و تقلیل آلام بشری، ما آرزوی توفیقات روز افزون میکنیم و انشالله که همیشه در پناه خداوند مهربان باشه. دوستان عزیز ارجمند، امروز مصادف بود با چنین روزی، گرامی باد عرض میکنیم مجددا و امیدوار هستم که این روز و این خاطره بزرگ و اتفاق بزرگ که یادآور رشادت های این افراد بزرگ هست برای ابدیت در اذهان همه ما باشه. میان برنامه رو به اتفاق یک دیگر میبینیم و انشالله در پیوند با موضوع اصلی برنامه هم گفتنی هایی هست. We'll be right back.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، ما انسان‌ها موجودات اجتماعی هستیم که بر پایه رفتارها و برخوردهای اجتماعی خود هر کدام در واقع نشان میدیم که از چه شخصیت و چه ویژگی‌های شخصیتی برخوردار هستیم. همه اعضا و جوارحی که خداوند مهربان به عنوان یک محبت در اختیار ما قرار داده میتونه سبب سعادت، خوشبختی یا گمراهی و بدبختی و عصیان ما در زندگی شود. یعنی خیر و منفعت و نیکیش و ضرر و زیانش همگی وابسته به ای است که ما در برخوردهای اجتماعی خود چگونه رفتارهایی داریم. امروز میخوایم در رابطه با آداب سخن گفتن و آداب کلام گفتن در جامعه صحبتهایی داشته باشیم. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام میفرمایند که سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا هر انسانی زیر زبان خود پنهان هست و وقتی که ما سخن میگوییم در واقع شخصیت ما برای دیگران نشان داده میشه. این موضوع میتونه در زندگی ما از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار باشه. در واقع وقتی ما چیزی را بر زبان جاری میکنیم، ای میتونه قدرت کلام ما را روشن کنه و نشان بده. اگر ای چیزی که بر زبان ما جاری میشه کلام نیک باشه، گفتاری صحیح باشه، میتونه خیلی راحت ما را به اهداف و تصمیماتی که در زندگی داریم برسونه. و اگر اندکی تلخی و زخم در زبان ما باشه که بخوایم به دیگران عرضه کنیم، در واقع این چیزی هست که به دیگران نه بلکه بر شخصیت خود وارد کردیم. خب پس لازم هست که در پیوند با آداب سخن گفتن چیزهایی را بدانیم و این موضوع خیلی میتونه زیباتر باشه اگر از منظر آموزه های دین مبین اسلام مورد بررسی قرار بگیره. آقای توحیدی عزیز در کنار ما هستند و انشالله که بتانیم در رابطه با این موضوع برای همه شما عزیزان موضوعات خوبی را بیان بفرمایید. سلام بر شما آقای توحیدی عزیز، خیلی خوش آمدید. بفرمایید. الحمدلله خوب هستید آقای توحیدی. دوربین در اختیار شماست اگر میخواین که با بینندگان عزیز ما صحبتی داشته باشین. در بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همه همکارانتان و بیننده های خوبی تلویزیون وزین تمدن. و با موضوع مشخص آداب سخن گفتن و عفت کلام در خدمت شما هستم. زنده و سلامت باشین، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. آقای توحیدی عزیز، زبان آدمی اگرچه حجم بسیار کوچکی داره اما آثار و تبعات مثبت و منفیش در زندگی میتونه بسیار بزرگ و وسیع باشه. اگر زیان باشه، خب این زیان هم میتونه به پیمانه بسیار وسیعی در زندگی مشاهده شه. و اگر بخواد سعادت و خیر و برکتی در زندگی وارد کنه هم به همین دلیل میتونه تأثیرات شگرف و دوچندان باشه. ما در واقع تابع دستورات دین مبین اسلام هستیم، به این لحاظ که به تأثیر از این دستورات ما در زندگی خود میتونیم به سعادت و خیر و برکت دست یابیم. و اگر بتانیم از این دستورات به شیوه احسنتش استفاده کنیم، خب میتونیم شخصیت خودم در جامعه بیشتر بروز بدیم و در واقع ثابت کنیم برای افراد. خب از طریق زبان خیلی راحت میشه شخصیت افراد کنجکاو کرد و پی برد که چگونه یک شخصیت داره. اهمیت کلام و زبان در دین مبین اسلام شما چگونه بررسی میکنید؟ انسان گل سرسبد عالم خلقت و اعجوبه خلقت در بین همه مخلوقات هست و یکی از امتیازاتی که انسان را نسبت به سایر مخلوقات خدای متعال متمایز میسازد همین نطق و سخن گفتن است. بله. اگر ما به تعریف حقیقی موجود و مخلوق به نام انسان مراجعه کنیم، از نظر فلاسفه میگه انسان حیوان و ناطق، یعنی انسان یک موجود حیه و زنده هست که امتیازش نسبت به حیوانات دیگر نطق و سخن گفتن است. و نطق هم یا سخن گفتن یا کلام در انسان دو بخش میشه، یکی همون کلام باطنی هست و یکی هم این که این کلام باطنی و که مرعا و مرجع و پشتوانش را عقل تشکیل میدهد در زبان انسان در قالب الفاظ برای دیگران بیان میشد. و این مهمترین شاخصه و امتیاز انسان نسبت به سایر مخلوقات است که انسان سخن میگوید اما پشتوانه سخن گفتن انسان عقله. یا به عبارت دیگر اگر بگیم سخن گفتن یا سخن بازتاب عقل و اندیشه انسان هست.
و بخش بزرگ امتیازش را، کرامتش را، بزرگیش را، اشرف مخلوقات بودنش را، خداگونه شدنش را در روی زمین و در پهنه خلقت نسبت به سایر مخلوقات و موجودات همین سخن گفتن تشکیل می دهد و این نعمت بس بزرگی برای انسان هاست. اما آنچه که الفاظ برای انسان مدد می دهد در واقع اون معانی و مفاهیم را انسان در قالب الفاظ به همدیگر منتقل می سازد و به همدیگر تفاهم می کند. اما سخن گفتن یا بیان و کلام دو بخش میشه. یکی سخن گفتن و کلام در بعد رسمی هست، مثلا مانند سخنرانی کردن و صحبت کردن در محضر یک جمع که اینها بخش رسمی بودنی سخن گفتن یا همون بیان و سخنرانی و خطابه را میرسانه و بخش دومش هم سخن گفتن در امورات روزمره. در امورات روزمره انسان یک موجود اجتماعی هست و این موجود اجتماعی نیازمند به همدیگر است. اما یکی از چیزهایی که می تواند انسان با اون نیازمندی های خود را نسبت به همدیگر رفع کنه ارتباط برقرار کردن. ارتباط برقرار کردن از طریق تکلم، کلام گفتن و سخن گفتن حاصل میشه و انسان ها از این طریق می تواند که سخن بگوید با همدیگر و ارتباط برقرار کند و او مفاهیم و اون معانی که در اذهان همدیگر هست به همدیگر منتقل بسازه. امروزه تمامی میراث هایی که از گذشتگان و سالکان و اسلاف برای انسان ها و نسل های بعدی مانند ما ها و نسل های بعد از ما مانده هست همین از طریق بر ارتباط برقرار کردنه. در واقع اینه که کتاب هایی که به ما رسیده هست، مستندات تاریخی که به ما رسیده است، احوال گذشتگانی که به ما رسیده است از طریق کتابت و الفاظ و سخن گفتن. در واقع کتاب هم نوع کلامه، اما کلام در قالب الفاظ، در قالب حروفه که ما او را در تعبیراتش وجود کتبی، در تعبیرات فلسفی و منطقی او را وجود کتبی کلام میگه. وجود کتبی کلام هست که از نسل های گذشته به ما رسیده است و از آن طریق ما از احوال گذشتگان خود با خبر میشیم و در یک کلام اگر بگیم کلام گفتن و سخن گفتن در ذات خود ارزش بسیار مهم و اهمیت بسیار بالایی دارد. بسیار تشکر. برای همه جنبه های زندگی ما یک آداب و شرط به خصوص وجود داره که اگر رعایت کنیم میتونیم بهتر تثبیت هویت کنیم و جایگاه و اعتبار خود در جامعه به دیگران نشان بدیم. برای سخن گفتن با دیگران هم، حالا چه به صورت رسمی و به چه صورت دوستانه، قطعا آداب و شرایط خاصی از منظر دین مبین اسلام برای ما توصیه شده است. این آداب سخن گفتن چگونه هست آقای توحیدی؟ بله، هر عمل آداب داره، اما آداب سخن گفتن یا معیارهای سخن گفتن از اهمیت بالا و بلند و ارزشمند در زندگی روزمره انسان ها برخوردار است که همچنان که امیرالمؤمنین علی علیه الصلاه و السلام میگه تا سخن نگفته باشد انسان شناخته نشود و سخن بگوید و کلام بگوید تا شناخته شوید و انسان در زیر زبان خود پنهان هست. اینها اهمیت و ارزش کلام و سخن گفتن را میرساند. اما زمانی که به مبانی دینی و اخلاقی مراجعه میکنیم بسیار اهتمام و تمرکز ویژه روی سخن گفتن دارد. یکی از آداب و بلندترین و ارزشمندترین آداب سخن گفتن راست سخن گفتن است. وقتی ما به ادبیات دینی مراجعه می کنیم راستی و صداقت بلندترین ادب سخن گفتن است. یعنی اگر ما در کلام خود، در صحبت های خود، در ارتباطات خود با دیگران هم از نظر منابع دینی و هم از منظر اخلاقی موظف هستیم که باید سخن راست بگیم، سخن صادقانه بگیم و سخن که مطابق با معیارهای واقع باشد بگیم. به خاطر چی؟ به خاطر این که در مقابل او کذب هست، دروغگویی هست و در منابع دینی داریم الکذب مفتاح و کل شر. دروغ گفتن و سخن به دروغ گفتن مفتاح و کلید تمام اشرار و بدی ها هست. وقتی به سیره ائمه معصومین مراجعه میکنیم اونها میفرماید هر گناه را انجام بدهید انجام بدهید اما دروغ نگویید. خب فلسفه این چیه؟ فلسفهش این است وقتی شما دروغ نگویید هیچ معصیت و گناه را مرتکب نمی شوید. اما وقتی دروغ بگویید هر گناه را مرتکب می شوید، به خاطری که
کلید تمام اشرار و بدیها و فساد مسئله دروغ گفتن هست. ولذا اولین ادب از آداب سخن گفتن و کلام و عفت کلام و ارزش کلام و اونی که واقعیت و ماهیت کلام را برای ما میرسانه راست گفتنه. خب این راست گفتن دو تا جنبه داره، یا از دو تا مرعا و از دو تا منظر ما میتونیم به این نگاه کنیم. یکی راست گفتن در بعد بلند و بالای مسائل علمی هست. وقتی اگر ما یک محقق هستیم، یک دانشمند هستیم، یک کتاب مؤلف یک کتاب هستیم، کتاب نویس هستیم، مقاله نویس هستیم، در نوشتنهای خود و در گفتنهای خود، یا یک خطیب هستیم یا یک سخنران هستیم، باید مستند حرف بزنیم، صحیح. مطابق با استنادات دقیق علمی بیان کنیم، یعنی هر آن چیزی که به اصطلاح به عنوان ما، به عنوان یک نویسنده و یک دانشمند و یک عالم، هر چیزی که در دهان ما باشد و هیچ گونه استناداتی نداشته باشد، نباید او را مطرح بکنیم. بر اساس مستند و استنادات دقیق باید ما اون مسائل علمی خود را مطرح کنیم. دوم، از منظر ارتباطات اجتماعی میتوان راست گفتن را مطرح کرد. یعنی ما در ارتباطات روزمره خود، در مسائل روزمره خانوادگی و فامیلی خود، در مسائل روزمره همسایه‌داری خود، در مسائل روزمره تحصیلی خود، در مسائل روزمره اجتماعی و فرهنگی خود با همدیگر راست سخن بگوییم. چه زیبا میگه که بهترین سیاست صداقت است. یعنی وقتی تو صادق باشی، وقتی راست سخن بگویی، هم عفت کلام را رعایت کرده ای، هم آداب سخن گفتن را رعایت کرده ای، هم تثبیت شخصیت و هویت خود را کرده ای، و هم او شخصیتی که زیر زبان تو پنهان هست او بروز کرده هست، به خاطر که مطابق معیارهای درست صداقت رفتارانه و صادق رفتارانه و راست مآبانه عمل کرده ای و در نهایت شخصیت انسان هم بروز کرده هست. و دومین ادب از آداب سخن گفتن، صحبت کردن مطابق با واقع هست. مطابق با واقع، یعنی هر آنچه که مطابق با واقع هست باید ما سخن بگوییم. لذا از اهمالگویی، از ابهامگویی، از سخنانی که منشا و منبعش برای ما مشخص نیست و معلوم نیست، و سخنانی که فتنه انگیز هست، و سخنانی که حتی باعث می شود که با توسط اون سخن ما فتنه به وجود بیاید، مشکلات در جامعه خلق شود، باید پرهیز شود و سخنانی گفته شود که به صلاح جامعه باشد و مطابق واقعیت های عینی آن جامعه باشد. و معیار سوم و ادب سومی که برای سخن گفتن مطرح است، سخن گفتن با در نظر گرفتن صلاح ها و مصلحت های شخصی و فردی هست، با توجه به اینکه با فصاحت و بیان و رسا باشد. یعنی این هم ادب برای سخن گفتن، فصاحت و بلاغت، و هم معیار هست. اگر ما در یک جا سخن میگیم و کلام بیان میکنیم، کلام ما و سخن ما معیار فصاحت را داشته باشه، معیار رسا بودن را داشته باشه، آشکار باشه، خوش فهم باشه، برای همه قابل فهم باشه، و همه بتواند اون معنایی که در ذهن ما هست از سخن ما و از کلام ما در ذهنش منتقل شود و او را بیابد. و همچنان معیارهای بسیار بالا و زیاد و آداب بیشتری داره سخن گفتن که ما اگر آنها را رعایت کنیم، در واقع حق کلام و حق نطق و حق سخن گفتن ادا شده است. تشکر. زنده و سلامت باشین آقای تحریر. به هر حال یک نعمت بسیار بزرگ از جانب خداوند است که با نوع کلامی که بیان میشه از جانب ما میشه این گونه هم خطاب کرد که تقدیر و سپاسگزاری از خداوند مهربان هم در واقع انجام میشه. سپاسگزاری میکنم. خیلی از انسان ها، حالا خود مثال بزنیم، که شکوه میکنیم از دیگران، شایع پراکنی میکنیم، با زبانی که داریم دیگران رو به تمسخر میگیریم، بد زبانی میکنیم، حد که حرمت میشه، همه به این دلیل هست که ما چشم ها رو میبندیم و زبان میگوشیم بدون ای که اندیشه قبلی باشه، همچی که خواستیم بر زبان جاری میکنیم و غافل از این که با کلامی که از دهان ما خارج میشه ممکن هست که آبرو و حیثیت افراد هم
با خطر مواجه شد. بفرمایید که بدون اندیشه قبلی و بی محابا صحبت کردن با دیگران میتونن چه تبعات و آثار منفی به همراه بشه؟ خیلی سوال ارزشمند هست. بله، میگه که قبل از اینی که قلب و اندیشت اگر به کار بیفتد، زبانت به کار بیفتد، در اینجا این زبانت نمیتواند مسئولیت سنگین نطق و کلام را ادا کند، به خاطر که پشتوانه اندیشه و تدبیر از قبل و پشتوانه قلب از قبل در پشت این زبان قرار نگرفته است، و لذا در اینجا هست که له و لعیب به وجود میآید، در اینجا هست که سخنانی بد و بیرا به وجود میآید، در اینجا هست که انسان به سوی سخنان بیهوده و دشنام ها رو می آورد، اینجا هست که انسان به سوی غیبت رو می آورد، اینجا هست که به سوی دروغ گفتن رو می آورد، اینجا هست که به سوی هر نوع سخنهایی که به صلاح او و به صلاح جامعه نیست رو می آورد. و ای را هم غافل نباشیم که اگر ما متوجه نباشیم، متمرکز سخن گفتن خود نباشیم، هر آنچه که در دهان ما آمد بگوییم، این تبدیل به یک آلزایمر روانی هم میشه. این ثابت شده هست، یعنی پشت هر سخنی که اندیشه‌ای وجود نداشته باشد، او تبدیل به یک عادت میشه و ترک عادت محال خواهد بود، و این عادت باعث میشود که انسان را کم کم در جامعه و در بین و در پیشگاه خدای متعالش از اون شخصیت و کرامت واقعی انسانیش بیاندازد و به اسفل سافلین سقوط بدهد. و اینی که زخمی و همچنان نسبت به دیگران که میگه زخم تبر درست میشه اما زخم زبان درست نمیشود. خب با توجه به سوال شما، با این مقدمه، این که بله، ما با توجه با این مسائلی که در خصوص سخن گفتن مطرح می شود، له لعیبی که مطرح می شود، چه راهکاری را باید داشته باشیم، چه کاری باید بکنیم که جامعه ما و خود ما از این نجات پیدا کنیم؟ که من یک تأسف را هم خدمت شما عرض کنم که متاسفانه وقتی امروز آدم در امورات روزمره جامعه خود میبینه، در اون مجامع عمومی که از موتراهای عمومی گرفته تا حالا، خب این زبان ما متاسفانه به سوی له و لعیب حرکت کرده است. به اصطلاح یک کسی که در شهر و بازار در حرکت است، نسبت به همدیگر با له و لعیب سخن میگوید، ارتباطات با له و لعیب هست. یک کسی که مسئول موتر عمومی سواری و کاستر و امثال هم هست، در اونجا له و لعیب جا گرفته است، و این بسیار برای فرهنگ یک جامعه خطرناک است، و باید تک تک ما در امورات روزمره خود متوجه این مسئله باشیم. اما چگونه ما باید سخنهای خوب به زبان بیاوریم؟ اول باید این یک اشاعه فرهنگی صورت بگیرد از طرف سردمداران فرهنگی، همچنانی که جوامعی که از نظر فرهنگی پیشرفته هست، خب به روی ادبیات گفتاری خود، روی ادبیات روزمره خود کار میکنه. علارغم و برعکس جامعه ما که ادبیات بی‌معنا، ادبیات نادرست روز در روز تابلو میشه در جامعه ما، برعکس جامعه پیشرفته روی ادبیات گفتاری روزمره خود، حتی که مهمترین ادبیات هست، کار میکنه. چی نوع ادبیاتی باید استفاده شود، چی گفته شود، چی تابلوهای روی شهر و دیوار باید استوار شود که در از اون مردم یک ادبیات گفتاری باید یاد بگیره. اول باید از طرف سردمداران فرهنگی این مساله توجه بسیار ویژه شود تا ادبیات گفتاری و عفت کلام در جامعه ما، در زندگی روزمره جامعه عادی ما نهاده نشود. و دوم، این مسئولیت سنگین، مسئولیت سنگین متوجه قشر تحصیل کرده جامعه ما هست. خیلی بیشتر متوجه این هاست. بخاطر چی؟ بخاطر که قشر تحصیل کرده در قبال تمام مسائل اجتماعی اینها مسئوله، اگرچه همه مسلمان ها در قبال همدیگر مسئوله، اما قشر باسواد به مراتب مسئولیتش، یا به گفته روایت 70 مرتبه مسئولیتش بالاتری از انسانهای عادی هست که باید توجه صورت بگیره. اینها مسئولیتش هست که در جامعه یک ادبیات گفتاری خوب را راه بیندازه و از ادبیات گفتاری خوب در جامعه استفاده کنه و نهاده نکنه و اشاعه کنه، تا اینکه ما شاهدی کم کم شاهد شکوفایی و بالندگی گفتار خوب و عفت کلام در زندگی روزمره خود باشیم. سومین مرحله اجتماعهای کوچک هست، مانند خانواده، نهادهای حقوقی، مانند دانشگاه ها، و همچنان که رسانه ها هم در این بخش مسئولیت سنگین داره، باید روی این مسئله کار کنه، که الحمدلله بعضی رسانه ها خیلی روی این مسئله کار میکنه، اما بعضی رسانه ها کار نمیکنه، لهجه های متفاوت متاسفانه استفاده میشه، هیچ گونه دقتی در این مسئله ندارد. و دیگر شخصیت های حقوقی مانند دانشگاه ها، مکتب ها، نهادهای آموزشی، مهمترینش خانواده ها. خانواده ها روی گفتار فرزندان خود و روی گفتار خود، اعضای خانواده، زوجین روی گفتار
خود، ارتباطات، نحوه کلامی، نحوه تکلم باید تمرکز داشته باشه. چگونه با هم دیگر صحبت کنیم، چگونه ارتباط داشته باشیم، اگر خشمگین شدیم چگونه کلمات را به کار ببریم و چی کار کنیم که خشمگین نشویم، و اگر یک زمانی کاری که در خانه هست در مصلحت ما نبود چگونه برخورد کنیم. این برخوردها هم خود افراد بزرگ و مسئول خانواده را می‌سازه و هم روی اطفال اینها تأثیر می‌گذاره. خب دیگه اطفال اینها نمیره در کوچه و بازار یک سلسله الفاظ و لهجهات نامناسب را یاد بگیره و بیا او را بعداً مطرح بکنه. این مسئولیت خانواده است. مسئولیت دیگر یک تعداد از همکارانی که در سازمان‌های حقوقی با هم دیگر کار می‌کنند از عفت کلام و مسئولیت سنگین کلام را ادا کنه و با هم دیگر به جای اینکه کلام خوب میگه از یک طرف و از طرف دیگر اشاعه فرهنگ لهجه گفتاری خوب باشد و همچنان سازمان‌های دیگر مخصوصا دانشگاه‌ها و مکاتب معلمینی که در مکاتب هست با برخوردی با یک دانش آموز ولو دانش آموز مقصر باشد با عفت کلام برخورد بکنه، کم کم این نهاده نمیشه در سطح کل جامعه. در واقع به همین گونه است که شما اشاره فرمودید آقای توحیدی عزیز، همه ما مسئول هستیم برای گرفتن عفت کلام به عنوان یک فرهنگ زیبا در جامعه خود نهادی نکنیم. از خانواده خود شروع کنیم، به کودکان خردسال یاد بدیم که چگونه باید سخن بگن، چگونه باید این آداب کلام رعایت کنن، و اگر انشالله باشه این موضوع در سطح اجتماع مورد تحقق قرار بگیره. زنده و سلامت باشن آقای توحیدی عزیز، تشکر از صحبت‌های شما و بار دیگر ممنون از اینکه دعوت ما به صحبت امروزی رو پذیرفتید. فقط در اخیر یک کلمه به اجازه شما، این که الفاظ و کلام با معنا ارتباط لاینفک داره. اصلا الفاظ معنا و کلام با معنا از هم جدا نشدنی هست. به هر میزان و هر قسم الفاظی که ما به کار ببریم اونمو معنا نهادی نمیشه و این مسئولیت ما را سنگین میکنه. و من این در آخر تأکید میکنم، امیدوارم که همه جامعه ما متوجه این مسئله باشه. زنده و سلامت باشن دوستان عزیز، همراهان گرامی، از توجه شما هم یک دنیا سپاس. میان برنامه ای رو به اتفاق یک دیگر ببینیم و انشاءالله در بخش بعدی برنامه میهمان عزیزی هستن که در رابطه با فرهنگ صحبت کردن در اجتماع هم صحبت هایی به اتفاق ایشان خواهیم داشت. دوباره خوش آمدید دوستان عزیز. در کنار ای که آموزه های دینی ما در واقع توصیه های بسیار زیبایی را در رابطه با اهمیت عفت کلام برای ما بیان کرده، علم روانشناسی هم این موضوع رو مورد تاکید و توجه خودش قرار داده. به مراتب بیان شده که کلام ما عصای معجزه‌گر ماست. این کلامی که از زبان خارج میشه، از دهان ما بیرون میشه، روح داره، جان داره، میتونه تأثیر گذار باشه بر سایر محیط ها، بر سایر افرادی که در دنیای پیرامون، در خانواده، در اجتماع، در کنار ما زیست میکنن. به این لحاظ باید بدانیم که در مجامع عمومی، به ویژه در سطح شهر، در مواجهه با افراد چگونه باید سخن بگیم، چگونه باید کلام داشته باشیم، تا اینکه این کلام نشان دهنده شخصیت عالی و فرهنگ غنی اسلامی ما باشه. آقای یاوری عزیز، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، بسیار خوش آمدید به برنامه ما. عرض ادب احترام دارم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز تلویزیون تمدن. بسیار خوش آمدید آقای یاوری. ما میخوایم مورد بررسی قرار بدیم این که در واقع مسئله و مؤلفه بسیار مهمی به نام عفت کلام در جامعه ما در چه سطح و در چه پیمانه ای هست و چه لازمه هایی هست، به ویژه در امر رفتارهای اجتماعی ما در مواجهه با سایر افراد و اقشار در جامعه که ما باید نسبت به او توجه داشته باشیم. این بحث عفت کلام را شما در جامعه چگونه بررسی می‌کنید؟ اجازه بدیم یک مقدمه بسیار کوچک باز کنم که تمدن از زمان شروع میشه که انسان اعجاز کلمه رو میدانه، از زمان شروع میشه که کلمه رو کشف میکنه در واقع. یعنی وقتی انسان وارد گفتگو میشه، ایده ها با هم شریک میشه. وقتی ایده ها با هم شریک میشه، در خلق تمدن ها این گفتگوها هست که تمدن ها رو به وجود آورده در واقع.
و نکته دیگر همی است که در اشاعه فرهنگ یک سرزمین، یک ملت، آنچه نقش داشته غنامندی زبان اون سرزمین و اون مردم بوده و همچنان نحوی مواجهه و استفاده از ابزارهای گفتاری در اون جامعه بوده که تونسته مثلا یک زبان را از یک جغرافیا به جغرافیاهای دیگر در مناطق دیگر اشاعه پیدا بکنه و بتونه ساحی وسیع‌تر را باز بکنه. شما امروز زبان‌های را بیشتر چندین صد زبان در سطح دنیا هست، ولی زبان‌هایی هست که در یک منطقه و یک جغرافیای خاصی مانده نتونسته پا فراتر بگذاره. چرا پا فراتر بگذاره؟ به خاطر که غنامندی و او کارکرد اجتماعی که باید داشته باشه نداشته در واقع. بنابراین در قسمت پرسش شما، متاسفانه در جامعه افغانستان به خاطر گسست‌های تاریخی که اینجا اتفاق افتاده، به خاطر فروپاشی‌های غیر مترقبه و غیر متوقعی که در افغانستان اتفاق افتاده و به خاطر آسیب جدی که نظام آموزشی در این سرزمین دیده و نبود تحصیلات اکادمیک کم، بسیار کم بوده در واقع، ما شاهدی ارج گذاشتن به مسئله زبان است حتی نیستیم. چرا صد به مثلا مسئله عفت کلام شما در سطح شهر امروز میبینین، در خانواده ها میبینین، در اجتماعات میبینین که حتی انسان ها به خاطر اینکه صحبت بکنن باید زبان جاهای گفتارشان باید تفکیک جنسیتی صورت بگیره. یعنی یک دو تا مرد یا دو تا جوان قرار است با هم صحبت بکنه، باید اونجا دختر خانم یا خانم وجود نداشته باشه. یعنی نمیتونن اون مفاهیمی که با عفت کلام برای همدیگر بیان بکنه این تکنیک ها را یاد نگرفتن متاسفانه و مجبور هستن میگن باید حرفای خود را سانسور بکنیم. چرا سانسور بکنیم؟ چون ما از اون تکنیک ها و ابزارهای غنی در زبان فارسی و گویش های محلی ما وجود داره از اونها نمیتونیم استفاده بکنیم. چرا؟ نمادها این گونه بوده. در سطح رسانه های مجازی یکی از کارکردهای منفی که برای جامعه افغانستان متاسفانه داشته نبود میکانیزمی که رسانه های مجازی واقعا کنترل شود. یعنی هر کسی از هر جای آمده یک سخن میگه. متاسفانه سلبریتی هایی که در حوزه تولیدات برنامه هایی که سرگرمی اینها هم هستن متاسفانه ادبیات بسیار خشین استفاده میکنن، فحاشی میکنن، جملات استفاده میکنن که این جملات قابل شنیدن نیست و این گونه هست که اینها به عنوان سلبریتی، چرا اینها سلبریتی میشن؟ چرا اینها نمادهای فرهنگی میشن در صدر جامعه ما؟ چرا نماد فرهنگی ما مثل همون عصر نباشه که حافظ نماد فرهنگی جامعه باشه؟ چرا مولانا نباشه؟ چرا فردوسی نباشه نماد فرهنگی جامعه ما؟ چرا در گویش های ما اون غنامندی که در حوزه زبان فارسی وجود داره چرا نباشه؟ که ما از ادبیات رکیکی که متاسفانه هیچ گونه کارکرد اجتماعی کم نداره بلکه پیوندهای اجتماعی رو در جامعه از هم میکسلانه از او استفاده شود. فکر میکنم که در قسمت عفت کلام در جامعه ما و در اهمیت آن کمتر توجه شده. اگر شما امروز توجه کنین کشورهای دیگر، سازمانهای دیگر، البته در افغانستان خوشبختانه شروع میشه، بخش هنگفت در راستای تکنیک های سخن گفتن، مربیان فن بیان مصرف میشن، هزینه میشن، مراکز آموزشی در خصوص وجود داره که انسان ها چگونه حرف بزنن، یعنی زیبا سخن بگوین یا سخن زیبا بگوین. به هر حال من فکر میکنم که قدرت اجتماعی و نرم یک جامعه که از صلاح هم بیشتر کاربرد داره زبان و جامعه هست، فرهنگ گویش و گفتار و جامعه هست. همون گونه که یک از روشنفکران ما در رسانه های مجازی دیدیم میگفتن که کلمه ها آدم میکشن و کلمه ها بیشتر از گلوله ها آدم کشتن. یعنی آنچه را که ما استفاده میکنیم با زبان به اصطلاح چیزی به اصطلاح بسیار کوچک، وقتی استفاده میکنیم یک کلمه را ممکن است دل یک انسان را بیازاریم که برای مرهم کردن از او دیگر هیچ کار از دست ما ممکن است ساخته نباشه. همون گونه که میگه زخم زبان، زخم شمشیر علاج میشه اما زخم زبان نه، اینجا نشان میدهد که خود کلمه و کلام چقدر مهم است. بسیار عالی، تشکر. فکر میکنم که اشاره بسیار مهمی هست که ادبیات و فرهنگ غنی فارسی که حالا شما اشاره داشتید به جایگاه و اعتباری که حضرت حافظ، فردوسی و سایر شعرای بزرگ داشتن، به گونه ای هست که با ادبیات خود امروز در خاطرها ماندن و این میتونه برای ما یک مثال خیلی خوبی باشه. به هر حال ما نباید فراموش کنیم که یک فرهنگ دیرینه و کهنی داریم
و مبادا با گریز و دوری از تعلیم و تربیت در واقع سبب بی افتی و به ویژه در امر کلام و در امر گویش خود باشیم. فکر میکنیم که راه حل چی هست؟ به هر حال چنین خطاهایی و چنین نقصهایی در سطح اجتماع در اماکن عمومی دیده میشه، مشاهده میشه متاسفانه، و این برچسب متوجه یک فرد نمیشه بلکه در سطح اجتماع و برای همه ما مورد لحاظ قرار میگیره و متاسفانه شاید این گونه خطاب شود و نشان داده شود که بی فرهنگی یک جامعه را نشان بده. چه باید کرد برای که بیشتر ما بتانیم زمینه فتح کلام و گویش و بیان سالم و صحیح در جامعه خود نهادی نکنیم، به ویژه برای جوانان عزیز و نوجوانان؟ فکر میکنم مهمترین نهادی که میتونه تأثیر گذار باشه خانواده هست، پدر و مادر هست. در واقع من حدودا 10 سال است که در حوزه آموزشی کار میکنم، فعالیت میکنم، با کودکا سر کار دارم، با دانش آموزا سر کار دارم، و بیشتر متوجه بودیم که پدرانی که در معاشرت های خود کلمات رکی که استفاده میکنن، فرزندانشان عین عبارت ها رو استفاده میکنن، عین کلمه ها رو استفاده میکنن. پدر و مادر اگر در محیط خانه احترام هم رو حفظ نکنن و در مقابل هم کلمات رکی که استفاده بکنن، طبعا فرزندان اونها هم میآموزن. ذهن یک کودک سفید هست. این ما هستیم که چه نوع اطلاعات را و چه نوع ابزارهای را برای تکنیک هایی که در کلمات روزمره و در معاشرت های اجتماعی روزانه خود استفاده بکنن، ما برای اونها منتقل میکنیم. بنابراین خانواده نقش اول داره که میتونه در قسمت عفت کلام و در قسمتی که فرزندانشون خوب صحبت بکنن، احترام دیگر را داشته باشن و در جامعه از کلمات ترکی که استفاده کنن، خانواده هستن. دومین نهاد دیگر که میتونه تاثیرگذار باشه نهادهای آموزشی هست. نهادهای آموزشی هم میتونه نقش تاثیرگذار داشته باشه. متاسفانه در افغانستان روی مثلا زیاد توجه نشده. ما حداقل در دورانی که خود ما آموزش دیدیم به عنوان دانش آموز بودیم، اکثر از مربیان ما رو بیگنامه هایی که میشاندن صدا میکردن. نامهای خودشان از او یک مفهوم در ذهن خود داشتن، یک هویت رو در ذهن خود داشتن، صدای من میکردن، یا وقتی عصبانی میشدن دشنام میدادن به جایی که از تکنیک های مدیریت کلاس اینها استفاده بکنن، دشنام میدادن. بنابراین من فکر میکنم دومین نهاد تاثیرگذار نهاد آموزش و پرورش هست. مکاتب هست و وزارت معارف اینها میتونن بسیار نقش تاثیرگذار را داشته باشه. وزارت معارف از طریق تولید و گنجانیدن متن‌های درسی در درون کتاب‌های درسی که از اون طریق شاگردان بفهمن که عفت کلام، اهمیت عفت کلام در چی هست. شاگرد باید درک بکنه که زیبا سخن گفتن یک آماتور هست و سخن زیبا گفتن متفکرانه هست. میتونه متفکر باشه سخن زیبا بگوید، یا یک آماتور باشه سخن را زیبا بگوید. بنابراین وزارت معارف هم نقش بسیار برجسته ای میتونه داشته باشه. سومین نقشی که میتونه داشته باشه فکر میکنم رسانه هاست. رسانه ها واقعا تاثیرگذار هست. رسانه ها از انتخاب سریال هایی که برای مردم پخش میکنن، فیلم هایی که از طریق رسانه ها پخش میشن، گفتگوهایی که در رسانه ها صورت میگیرن، در رسانه های و تصویری صورت میگیرن، اینها بسیار نقش تاثیرگذار دارند. حتی تهیه و نشر و تولید محتواهایی که در واقع بر مبنای بحث فضای کلام در جامعه باشم خیلی میتونه دقیقاً باشم. متاسفانه اگر ما یک چشم‌اندازی به گذشته افغانستان در دوران جمهوریت داشته باشیم، بسیار از رسانه‌ها متاسفانه تلاش می‌کردند کسانی را بیارن در میزگیرها صحبت بکنن که اونها به هویت قومی اقوام تعرض بکنن، فرهنگ مردم دیگر از خودشان را تمسخر بکنن، به نحوی فضای گفتگوی خشونتبار را در یک میزگرد به وجود میاردن تا تهیج ایجاد بکنه و بتونه برنامهشان بیننده بیشتر داشته باشن. چنین برنامه های عواقب بسیار ناگواری برای جامعه داره، میتونه گسست های اجتماعی را ایجاد بکنه. بنابراین من فکر میکنم که رسانه ها میتونه بسیار نقش ارزشمند را در قسمت اهمیت کلام، اصلا در مورد اهمیت کلام برای جامعه بازگو بکنه و بیان بکنه از طریق تولید محتوا و برنامه‌ای که انتخاب می‌کنه. حتی برنامه‌های کارتونی دوبله‌هایی که میشن اینا بسیار مؤثر واقع میشن. فرزندان ما از طریق رسانه‌ها هم میآموزن و
بخواهیم نخواهیم امروز در هر خانه یک تلویزیون وجود داره و از اون طریق بخشی از مقاصد فرهنگی که توسط رسانه ها پخش میشه اینا منتقل میشه و بخشی از آن توسط خانواده ها که خواسته و چی نخواسته تعقیب میشه. آقای عزیز، فرصت خیلی کم باقی مانده، با توجه به خلاهایی که شما اشاره فرمودید که در سطح اجتماع هم خانواده و هم مسئولین آموزشی در واقع درگیرش هستن و مسئول هستن، فکر میکنین که مطالعه کتاب چقدر میتونه نقش مثبت در بهبود وضعیت کلامی ما در جامعه داشته باشه؟ مطالعات هم میتونه بسیار نقش مؤثر داشته باشه. من فکر میکنم گاهن واژگانی که مردم کم میارن، در استدلالهایشون کم میارن در برابر همدیگر، برای رفع یک ابهام، برای حل یک چالش مجبور میشن به نحوی چالش از واژگان در ذهن خود ندارن، واژگانی که بتونه توسط از او چالش حل بکنه، او سوی تفاهمی که وجود آمده حل بکنه. بنابراین اون کلمات رکی که روزانه هی مدام استفاده میشه در سطح جامعه فورا در ذهن خودگاه این انسان میه و این انسان از اون کلمات متاسفانه استفاده میکنه. مطالعات میتونه بسیار تاثیرگذار باشه، تولید برنامه های در سطح شهر مثل تئاتر و برنامه های گفتگوهای در سطح محلات در خانه ها وقتی که جمع میشیم، برنامه های دید بازدید که در ایام مناسک مذهبی داریم، اینها بسیار میتونه تاثیرگذار باشه که ما از این طریق بخواهیم هدف را تعقیب کنیم که هدف زدودن کلمات رکیک که از فرهنگ غنی ما باشه. یک ضرب المثل خیلی معروف در زبان فارسی هم هست، زبان پشوم هست، که میگه زبان هم قلا هست هم بلا. در پشوم میگه رفع هم قلا ده هم بلا ده. زبان هم قلا هست و هم بلا هست، ما را میتونه حافظ جان ما باشه و هم میتونه ما را به خطر بیاندازه. متاسفانه به خاطر کلمات رکیک گاهن شده که متاسفانه انسانها آزادی خود را از دست دادن، سالان سال مجبور شدن زندانی شوند، جرم صورت گرفته توسط همین کلمه و کلام، حتی صورت گرفته توسط همین کلمه و کلام. زنده و سلامت باشین آقای یاوری عزیز، سپاسگزارم میکنم از تشریف آوری شما. دوستان عزیز ارجمند، به پایان برنامه امروزی نزدیک شدیم. انشاءالله که مطالب امروز برنامه ما مورد توجه همه شما واقع شده باشه. لحظات شما همراه با نشاط، شادی و سرور و آرامش باشه. تا دیداری بعد، خداوند یار و مددگار همه شما.